سلام عرض می کنم خدمت شما دوستای عزیز و گل، خوش اومدید به این قسمت از ویدیو. بچه اومدم بهتون بگم که نتایج کنکور اومد و دقیقا شاید چند دقیقه است که نتایج اومده. بچه فقط چند تا نکته رو بهتون میگم رعایت کنید. انتخاب رشته هنوز شروع نشده و شما صرفا یک کارنامه اولیه رو از خودت میبینی، از کاری که توی کنکور کردی میبینی، اوکی؟ و فعلا حتی با نمره های آموزش پرورش تلفیق نشده. خب یعنی چیزی که پیداست اینه، اما اگه خب ممکنه مثلا یک روز بعد یا دو روز بعد یا حتی چند ساعت بعد به قول معروف این سوابق بیاد و با کنکور یکی بشه و نتایج اصلی به دست شما برسه، چون ممکنه شما این ویدیو رو یه روز دیرتر ببینی و ممکنه توی این تایم همه موارد و رتبه ها اومده باشه. پس گفتم این مورد رو رعایت کنید، ولی انتخاب رشته میفته برای بعد از به قول معروف کنکور. بزنیم بره برای صفحه رمز. بعد از کنکور یعنی احتمالاً اواخر مرداد ماه و حدود یک هفته بعد از اینکه نتایج بیاد انتخاب رشته آغاز میشه. این از اولین مورد بود. و مورد دومی که خواستم بهتون بگم و بسیار بسیار مهمه اینه که بچه ها، شما وقتی میخوای وارد سایت سازمان سنجش بشی باید کد به قول معروف همون رمز عبور و کد ملی تو بزنی و وارد بشی، یا نمیتونی با همون چیزهایی که قبلا داشتی وارد بشی و انتخاب رشته کنید. الان این سنجش شما به درگاه دولت متصله، پس حواستون باشه که این کار رو انجام بدید و به قول معروف همه موارد رو اوکی بکنید. و اگه رفتید کافینتی حواستون باشه که حالا این طرف مقابل رمز شما رو ثبت نکنه. توی همین خونه بزنید، امتحان بکنید با لپتاپ و ببینید که به قول معروف چه رشته ای آوردید، یا بهتر بگم چه درصدی رو زدید. رشته که فعلا میفته برای توی شهریور ماه، نیمه دوم شهریور ماه مشخص میشه که شما به قول معروف چه رشته هایی رو قبول شدی و کدوم دانشگاه ها قبول شدی. در کل امیدوارم که بهترین درصدها و بهترین سوابق رو داشته باشید و بتونید بهترین دانشگاه قبول بشید برای به قول معروف انتخاب رشته، یا حتی خود بررسی انتخاب رشته میتونید پیام بزنید و زیر همین ویدیو کامنت بذارید تا راهنماییتون کنم. بچه دوستتون دارم، یا علی.